سلام می کنم به همه شما دوستان، همراهان و عزیزان Persian Awards جوایز پارسی. مژده هستم با میزه گردی در مورد شعر سپید با دو میهمان عزیز امروز برنامه، جناب آقای حمید رضا شکارسری و آقای صابر سعدی پور. آقای حمید رضا شکارسری شاعر، پژوهشگر، نویسنده و منتقد ادبی هستند و آقای صابر سعدی پور هم شاعر هستند و پژوهشگر. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای شکارسری با شما شروع می‌کنیم، یه سلام و احوالپرسی با عزیزانی که همراه هستند بکنید تا برنامه رو شروع کنیم. به نام خدا عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار، دوست بزرگوارم جناب آقای سعدی پور و هر کسی که هر جا و هر زمانی این گفتگو رو میشنوه. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. آقای سعدی پور بفرمایید. خواهش میکنم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و استاد خودم جناب آقای شکارسری عزیز. عرض سلام ویژه دارم خدمت تمام دوستانی که حالا هر زمانی که این برنامه رو خواهند دید. خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. آقای شکارسری، رزومه شما بسیار پرباره و شاید نیاز به معرفی نباشه. هر کدوم از عزیزان یه سرچ توی اینترنت بکنن تمام اسم کتابای شما و اینکه چه تحصیلاتی دارین و کجا کار میکنین کاملا مشخصه. از زبان خودتون میشنویم شما شاعر، پژوهشگر، منتقد هستین، منتقد ادبی هستین و رشته تحصیلیتون کلن با شعر و شاعری و نقد ادبی متفاوته. چی شد یه دفعه اصلا کلن رفتید به سمت شعر و شاعری؟ والا نمیدونم چه حد عرض کنم برای بینندگان این برنامه و شنوندگان این برنامه تا چه حد میتونه مفید باشه، اما کاملا تصادفی، یک حضور کاملا تصادفی، یک چیزی هلوشه 40 سال پیش، یعنی 41-42 سال پیش در واقع این حضور توی ادبیات و شعر شروع شد. سر کلاس ادبیات با نوشتن یک بیت تصادفی با تأثیر از اون شعر معروف به کجا چنین شتابان، به اون شعر معروف استاد شفیع کدکنی و دیگه مشورت با معلمان و دیگه شروع شد. دیگه جنگ هم بود، فضای جنگی هم ایجاب میکرد نوشتن شعارها و عرض کنم خدمت شما جنگ نوشته های اون سالها. و بعد هم از دهه 70 که جریان نقد ادبی و عرض کنم خدمت شما پژوهش ادبی تو فضای آکادمیک خیلی قدرتمند دهه 70 آغاز شد و تا الان هم که در خدمت هستم. خیلی ممنون از توضیحاتتون. البته کاملتر من حالا باز ازتون سوال میپرسم، چون اصلا کلن شما توی دانشگاه شهید بهشتی رشته‌ای که تحصیل کردین رشته زمین شناسی بوده و بعد سراغ شعر و شاعری رفتید و درش خیلی هم موفق بودید. خب این خیلی جای تقدیر و تشکر داره. قبل از اینکه از شما سوال رو بپرسم، آقای سعدی پور شما چطور شاعر شدید؟ خانم هرتا مولر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم میاد تو ایران اومده بودن، ایشون فکر کنم برنده جایزه نوبل هم هستن. عرض کنم خدمتون که صدای من خوب میاد، عذر میخوام اول رو بپرسم. بله بله، فقط هر وقت صحبت نمی کنید روی میوت بزنید که صدای ماها پخش نشه. بله بله، عرض کنم خدمتون که ایشون اومده بودن ایران، میگن که اصلا با هر ایرانی که شما صحبت میکنید اصلا شاعره، یعنی اصلا انگار دارن شعر میگن. عرض کنم فکر کنم ما هم از این قاعده خیلی مستثنا نیستیم، ایران همه شاعرن مگه اینکه خلافش ثابت بشه، اونم نوع زندگی داریم. ولی من اولین شعرم رو میتونم یاد کلاس منطق بود، یه چیزی برام نوشتم، یه چیزی برای خودم نوشتم و خیلی همونجوری نگرش داشتم، چون من همیشه فکر میکردم شعر از آسمان ها میاد و یک احترام عجیب غریبی به شعر قائل بودم. از اونجا شروع شد و دیگه تا سن 29 سالگی برای خودم مینوشتم، تا اینکه یک روز به این نتیجه رسیدم که من استعداد اینو دارم که
در واقع میتونم شاعر بشم. تو همون هی نزدیک فکر میکنم 6 ماه دنبال این میگشتم که خب شعر کلاسیک میدونستم چیه، دوست داشتم شعر سفید بگم. 6 ماه دنبال استاد میگشتم که خدایا شیکی برم. پیش خیلی ها رفتم که، ولی چون ما خود من تحصیلات آکادمیک داشتم میفهمیدم که اینها چیزی که به من میگن خیلی به سرانجام خوبی نمیرسه. آخر سر توسط یکی دوستانمون رفتم توی یه جلسه، بعد همیشه فکر میکردم مثلا استادای شعری ریشی یه فضای مثل استاد سالم. ما رو برداشتم بردم جلسه خاوران، دیدم یه آقای تقریبا نمیان ساله، نه جوونه. بعد من نگاهشون کردم، نشستم گفتم اصلا از ایشون نمیدونم استاد بر من در بیاد. یه خود آقای شکارسری بودن، استادم کرلنجو تشریف دارم. عرض کنم خدمت دیگه ما اونجا بودیم، فکر کنم از اون سالها یه 12-13 سال در واقع میگذره که ما داریم در محضر استاد خودم جناب شکارسری تلمذ میکنیم. این بود کلیت در واقع محضر. خب پس آقای شکارسری مشخص شد که از کجا اصلا همه این اتفاقات داره میفته. شما به ما بگید که شعری که شروع کردم، ولی شعری که ازتون چاپ شده غزل بوده، ولی الان شعر سپید رو شما تدریس میکنید. از غزل به شعر سپید، این رو برامون میگی؟ عرض کنم خدمت شما سمان که عرض کردم و دوست بزرگوارم جناب آقای سعدی پور فرمودند. خب ما ایرانی ها حتی بدون اینکه به کتاب های درسیمون نگاه کنیم، همیشه پیش زمینه‌ای برای توجه به ادبیات کلاسیک خودمون داریم. مثلا شما تصور بفرمایید ما از ضرب المثل هایی که استفاده میکنیم، از تک کلام هایی که داریم، خیلی ها رو به عنوان منبع و مأخذشون رو میتونیم شعرهای کلاسیک خودمون بدانیم. به همین خاطره که اساساً یه تکنیکی تحت عنوان ارسال المثل در شعر کلاسیک ما وجود داره. خب شعرها از یک سو اینطوری به آدم هجوم میارن و از سمت دیگه اصلا زندگی ما ایرانی ها یک جورایی با شعر گره خورده. مثلا فرض فرمایید تو خیابونی دارید میرید و میوه فروشی میخواد میوه هاشو تبلیغ کنه، سعی میکنه موزون تبلیغ کنه. شما به حموم قدیما مثلا حمام میرفتیم میدیدیم بالای حمام، این که ساده نمیگن که آقا امانت تو به من بسپار، با وزن و موزون میگن هر که دارد امانتی موجود به سفارت به بنده وقت ورود، که اگر بعدن گم شد بنده مسئول آن نخواهم بود. همه شکل موزون و حالت شعرگونه داره در واقع. خب اینها همیشه برای انسان ایرانی یک زمینه‌ای برای توجه به ادبیات فراهم میکنه، به اضافه اینکه خب نوع زندگی هر شخص، تصادفاتی که در زندگی هر شخص اتفاق میفته، رویدادهای پیش بینی شده و ناشده، باعث میشه که آدم به این مسیر گاهی اوقات واقعا هول داده بشه. ولی من عرض کردم کاملا تصادفی وارد این بحث شدم. اون سالها یعنی سالهای دهه 60 سالهای جنگ بود و عرض کنم خدمت شما که من شعرهای خودم رو با غزلها، دوبیتیها، رباعیها و مثنویهایی شروع کردم که با موضوع جنگ بود. خب خودم هم به عبارتی اصلا درگیر جنگ بودم، حتی فیزیکی عرض کنم خیلی درگیر جنگ بودم و به همین خاطر این شعارها و این به اصطلاح شعرهای حماسی و حالا نوستالژیک و رمانتیکی که در اون سالها می اومد زمین ساز توجه به شعر شد. اما در دهه 70 همونطور که خودتون می دونید و دوستان می دونن، اصلا یک موج به وجود اومد، نهضت در واقع تئوری شعر، نهضت تئوریزاسیون شعر در واقع به وجود اومد و جریان‌های ادبی بیش از این که و پیش از این که اساساً به خود شعر فکر کنن، انگار به تئوری‌ها و نظریه‌های ادبی انگار توجه می‌کردن. خب از این منظر توجه به شعر ما توجهی آکادمیک تر شد، توجهی در واقع تئوریزه شده تر شد و تو همین حیص و بیس بود که آخرین در واقع غزلهای خودم رو تو حول‌وحوش سالهای 74-75 نوشتم و بعد دیگه سپید نویسی رو، حالا اگه نگیم سپید نویسی خوش تعریفی داره، سپید سرایی رو در واقع آغاز کردم.
و البته در این سالها علاوه بر حالا سفید سرایی و کارهای تحقیق و پژوهش و نقد ادبی، هرگز شعر کلاسیک رو در قوالب غزل، رباعی و دو بیتی رها نکردم. حتی نیمایی سرایی که بر صورت متأثر از وزن عروضی است، از کارهای همیشگی من بوده و یکی دو تا مجموعه شعر نیمایی هم منتشر کردم. این یه روند خیلی کلی است که گمان میکنم خیلی از شاعران در واقع دوچارش بشن، اینکه با توجه به سنت کار رو آغاز کنن و بعد به جایی برسن که فراروی از سنت در واقع براشون لازم میشه. به من هم این فراروی از سنت علارغم توجه به سنت و ارزش‌های اون در هولوش سالهای 70 به وجود اومد و دیگه تا به حال در واقع ادامه پیدا کرد. خیلی ممنون از توضیحتون، واقعا کامل و جامع گفتین. حالا اینکه تعریف شعر سپید از نظر شما تعریفش چیه و چه تفاوتی با شعر نیمایی داره، بحث گفتگوی ما هستش. به اضافه اینکه کلا یه تاریخچه‌ای بگید از شعر سپید که اصلا از کجا شروع شد و الان کجا قرار داره. قبل از اینکه این سوال رو، این بحث رو با هم شروع بکنیم، آقای سعدی پور، شما هم دوست داشتید از شعر کلاسیک شروع کنید، ولی با توجه به اینکه شاگرد آقای شکارسری بودین شعر سپید میگین. یکم در مورد اینکه از شعر کلاسیک به شعر سپید رسیدین شما هم میگین. صداتون رو باز کنین. باز شد صدا؟ بفرمایید. عرض کنم خدمتون که من خیلی در واقع، حالا ما در واقع همچون که استاد عزیزم جناب شکارسری فرمودن، ما ایرانی ها کلن ذهن موزونی داریم و به یه نوعی میتونیم بگیم که چون تو مدرسه هم با ادبیاتی که در واقع سر کار داریم، ادبیات شعری، بیشترشون موزون بوده و این اصلا ذهن ایرانی ها کوکه به وزن اینا. من خاطرم هست زمانی که دانشجو بودم یه غزلی داشتم که تمام در واقع بیتاش هم یه سکته وزنی کوچولو داشت، ولی استاد اینقدر با معرفت بود، یادم میاد با اون من دو تا غزل اینجوری داشتم، تونستم فکر کنم 7-8 واحد ادبیات پاس کنم. یعنی اینقدر مثلا شاعر نداشتیم، استاد ذوق میکرد، من میومدم مثلا منم فکر میکردم که وای چه اتفاقی افتاده، حتما اگر حافظ نشم سعدی پور میشم، فقط سعدی پورشو داشتم. عرض کنم خدمتتون که این زمانو گذروندم تا اینکه دیگه با شعرهای سهراب من آشنا شدم. بعد یه تعداد مثلا شعرهایی میگفتم که هم وزن داشتن، مثلا حالا وزنها رو خیلی خوب رعایت نمیکردم. تو همین حین با شعر سپید آشنا شدم، همین شعر سپید مثلا شاملوی آشنا شدم. تو همین حین تو این فضاها که بنده نفس میکشیدم، وارد دیگه حالا با استاد شکارسری و در واقع شعر سپید بیشتر آشنا شدم. ولی یه چیزی خدمتتون عرض کنم، کسانی که شعر کلاسیک رو نمیشناسن و وارد به یک بار مثل من وارد شعر سپید میشن، خیلی سختی میبینن، چون شما در شعر سپید هم از خیلی از امکانات شعر کلاسیک استفاده میکنید و از امکانات، یعنی باید آشنایی با امکانات شعر کلاسیک داشته باشید تا بتونید در شعر سپید هم موفق باشید. خیلی ها به دلیل اینکه اون وزن، ابتدای وزن یه مقدار اذیت میکنه، فکر میکنن که بیان وارد شعر سپید بشن خیلی موفق میشن، ولی بعدها به این نتیجه میرسن که نه، اشتباه کردن. حالا ما سعی کردیم یه خود جهشی کار کنیم دیگه، به لطف در واقع اساتیدمون، استادمون جناب شکارسری، خودمون رو در واقع تونستیم یه آپدیتی بکنیم و بیایم به سمت جلو. ولی خب ریشه ما در واقع میشه گفت از شعر کلاسیک بوده. آقای شکارسری، آقای سعدی پور یه نمونه ای از کسانی هستن که خب از شعر کلاسیک اومدن و از شعر سپید رو شروع کردن. تعریف شما از شعر سپید چیه و اینکه خب خیلی زیبا توضیح دادین که از سنت
به شکل خیلی زیبایی شما تغییرش دادید و اومدید سپید سرایدین، بعدش هم نیمایی هم بوده، یعنی کمی سبک‌ها رو در کنار هم دیگه شاید تفکیکش کردید و از مجموعه اشعارتون رو چاپ کردید. در مورد شعر سپید اول بگید، اصلا تعریفتون از شعر سپید چی هستش؟ خب عرض کنم خدمت شما که امیدوارم بینندگان ما و شنوندگان ما و شما خیلی خسته نشید. من یه 5-6 دقیقه عرض کنم راجع به این پیشینه صحبت کنم و عرض کنم که نیما یه جمله خیلی جالبی داره در کتاب ارزش احساسات که میگه که در هیچ جای دنیا شکل آفرینش‌های ادبی و هنری عوض نشده مگر اینکه شکل زندگی اجتماعی مردم تغییر کرده باشه. ما در یک مقطعی به اسم مقطع نهضت مشروطه روزگاری رو داریم که به تدریج نوع زندگی اجتماعی مردم ایران عوض میشه. مطالب و مقوله ها و مفاهیمی در زندگی انسان ایرانی به وجود میاد که تا قبل از اون اصلا وجود خارجی نداشته. محتوای تازه در واقع ایجاب میکنه که فرم تازه و شکل تازه در شعر به وجود بیاد. همیشه گنجایش محتوای تازه در اثر هنری آسانتر از فرم تازه است. مقاومت در برابر فرم و شکل تازه خیلی خیلی محکمتر و مستدامتر هست از مقاومت در برابر محتوای تازه. چرا؟ به این خاطر که محتوای تازه در زندگی مردم به راحتی دیده میشه و تجربه میشه روزمره، اما فرم تازه چنین نیست. بنابراین در روزگار نهضت مشروطه شما میبینید شاعران احساس میکنن که نیاز به تغییری وجود داره، اما این نیاز به تغییر رو ابتدا می‌بینیم که در محتوا به وجود میاد، یعنی مفاهیمی در شعر مطرح میشه که تا پیش از اون اصلا وجود خارجی نداشته. مفاهیمی مثل آزادی، نه حریت در شعر سنتی ما، حریت نه، آزادگی نه، آزادی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دین، آزادی قلم و مفاهیمی از این دست، مفهوم زن و آزادی زن و مقام زن در جامعه، مفاهیم کارگر و مفهوم کار در جامعه، مفهوم میهن و دولت که یک مفاهیم اساساً مدرن محسوب میشوند در این زمین، در این دور است که به وجود میاد. خب محتوا تازه میشه اما فرم تازه نمیشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما شعر مشروطه ای داریم که محتواش تازه است اما در قالب چندان جرأت نمیکنه که نوآوری بکنه، جرأت نمیکنه به قوالب تازه نزدیک بشه. شکل در برابر محتوا قرار میگیره و نوعی ناسازه به وجود میاد. بنابراین شما فکر میکنید که دارید شعر حتی نیمایی میشنوید از خانم شمس کسمایی، از میرزاده عشقی، از عرض کنم که شاعران مثل ابوالقاسم لاهوتی و غیره، اما در واقع اینها شعر نو نیستن. ولی این ضرورت به وجود میاد، حس میشه، تجربه هایی از نیمایی سرایی در شاعران دوره مشروطه داریم تا میرسیم به نیما، یعنی با اون زمین سازی که شعر مشروطه انجام میده در سال 1316 ابتدا ققنوس نوشته میشه و در سال 1319 منتشر میشه. برای اولین بار یک شعر نیمایی در واقع به معنی واقعی کلمه نیمایی با توجه به تجربیات سنت شعر مشروطه نوشته میشه توسط نیما. نیما چه میکنه؟ نیما تقارن رو از شعر کلاسیک ما میگیره اما توازن رو نمیگیره. بنابراین شما میبینید نیما یک فاصله‌گیری تدریجی داره از سنت، یک دفعه گسل از سنت نداره. در همون زمانی که نیما داره این کار انجام میده کسانی رو داریم که سپید می‌نویسن. محمد مقدم تو همون حول و حوش همون سالها شعر سپید می‌نویسه. تا پیش از کودتای 28 مرداد 1332 آقای هوشنگ ایرانی به نیما میگه تو چقدر کهن و قدیمی و دموده هستی، او رو قبول نداره.
شعر گاهی اوقات شعر بی‌وزن می‌نویسه. تندرکی‌ها همینطور. خیلی های دیگه هستن که در اون سالها شعر منصور یعنی شعر بی‌وزن می‌نویسن. اما نه، نیما از این منظر آوانگارد نیست، تنها پیشروه، یعنی تقارن رو میگیره اما توازن رو حفظ میکنه. اما این حرکت یک حرکت کاملا محتوم و قطعی است که اگر شما از یک ارزش زیبایی شناسی فاصله گرفتید، هیچ بعید نیست که بتونید ارزش‌های دیگه اون رو هم بگیرید. این اتفاق هم به تدریج در حال افتادن هست، تا اینکه شما میبینید در شعرهای قطعنامه از احمد شاملو علاوه بر تقارن که پیش از این توسط نیما به لرزه در اومده، توازن هم به لرزه در میاد و شعرهایی در این فضای شعر قطعنامه و بعدها آکادمیکتر و درستر و سنجیده‌تر در هوای تازه تو دهه 30 میبینید که شاملو از شعر استفاده میکنه که دیگه حالا نه تقارن دارد و نه توازن دارد. از این مقطع هست که ما مفهومی تحت عنوان مفهوم شعر سپید رو سراغ میتونیم بگیریم. حالا من نمیدونم چقدر فرصت هست. ببخشید، این چیزهایی که میاد بالا شما میبینید واسه من پیغامی چیزی میاد؟ نه نه نه، خیالتون راحت باشه، اونا فقط برای شما میاد، ما دیگه اونا رو نمیبینیم. چون هی برام صحبتی که شما کردین، شما در حقیقت گفتید که اصلا شعر سپید چجوری شروع شد، یعنی آغازش اصلا از کجا بود، و به زیبایی هم توضیح دادین که اصلا چه تفاوتی با شعر نیمایی داره و اصلا چرا این اتفاق افتاد، و گفتید که از زمان آقای شاملو از دهه 30 این اتفاق افتاد. اگر توضیح دیگه ای دارید بفرمایید، ما میشنویم. از دهه 20 این اتفاق میفته با شعرهای قطعنامه، اما پیش از اون ما تجربه های بی‌وزن نویسی داریم. خب از این منظر فقط من با یک جمله صحبت در این مقطع تمام میکنم که فاصله گیری تدریجی از اصول زیبایی شناسی شعر کلاسیک ما، یعنی ابتدا تقارن و بعد توازن، زمینه رو برای ایجاد شعر سپید فراهم میکنه. که حالا حتی همین اسم شعر سپید از کجا اومده نیاز به صحبت داره که خدمتتون عرض. خیلی ممنون. بله حتما. اصلا این که چرا اسمش شعر سپیده یا چرا به این نام شناخته شده، این خودش یکی از اون سوالاتی هستش که فکر می‌کنم برای عزیزانی که شعر رو دوست دارن و دنبال میکنن جای سوال داره، و شنیدنش با توجه به کسی که تحقیق و پژوهش کرده و مستند صحبت میکنه بسیار دلپذیر خواهد بود. آقای سعدی پور، شما تعریفتون از شعر سپید چیه؟ شما یه تعریفی از شعر سپید برای ما میکنید؟ عرض کنم خدمتتون، همیشه در تعریف از شعر، حالا توی متون کهنمون موزون و مقفا و تعریف های خیلی مختلفی داریم که در واقع من فکر میکنم با نوع تغییر زندگی جامعه در واقع تعریف هم یک مقدار حالا شکل جدیدتری به خودشون میگیره. یعنی الان در تعریف شعر سپید به توی شعر کهنمون وجود داره دیگه، موضوع بودنش دیگه از بین رفته. عرض کنم خدمتتون هنوز تعریف خیلی جامعی از در واقع شعر وجود نداره، یعنی هر کی بر اساس تجربیات خودشون، حالا توی یه تعداد کلمات همه اشتراک داریم ما، ولی خود من در واقع اگه بخوام شعر سپید خیلی ابتدایی و کارگاهی خدمتتون بگم، میگم شعر سپید در واقع میتونه شعری باشه بی‌وزن، بعد تخیل حتما باید داشته باشه، عاطفه توش در واقع وجود داشته باشه، پس تخیل و عاطفه. و بعد حالا میایم از چی استفاده میکنیم؟ اگر خاطرتون باشه من گفتم شعر سپید به شدت در واقع از امکانات شعر کلاسیک استفاده میکنه. حالا از امکانات شعر کلاسیک هم باید برخوردار باشه که حالا اون در واقع فنون رو که در شعر کلاسیک استفاده میشه بیاد و در واقع اون استفاده وارد شعر سپید بکنه. ولی خب تعریف خیلی مختلف وجود داره. مثلا اون چیزی که در واقع همون بحث سپیدخوانی وجود داشته، اون چیزی که گفته نمیشود در شعر سپید میاد، یعنی اون چیزی که باید مخاطب خودش بره دنبالش سپیدخوانی کنه. خیلی تعاریف مختلفی وجود داره، ولی در کلیت اگر بخوام کارگاهی صحبت کنیم، شعر سپید شعریه که
تخیل داشته باشه، وزن داشته باشه، ایجاز داشته باشه، بعد عرض کنم خدمتون، و امکانات شعر کلاسیک هم بتونه در واقع در خودش داشته باشه. من تعریفی که میتونم بگم کارگاهی، این تعریف رو در واقع میتونم ارائه بدم. منظورتون از امکانات شعر کلاسیک همون وزنشه دیگه، درسته؟ نه برعکس اتفاقا، در واقع اون نمیدونم از صنعت تلمیح، نمیدونم از صنعت فاصله گذاری و خیلی چیزایی که وجود داره تو شعر کلاسیک استفاده میکنه اونه، نه وزنش، نه صنایع ادبی در واقع میتونیم بگیم صنایع ادبی، منظورم بیشتر اون بوده، وگرنه که وزن داشته باشه که میشه همون شعر کلاسیک. درسته. من بیشتر برای واضح شدن برای عزیزانی که چند سوال براشون پیش بیاد سوال رو میپرسم، من اینکه خب سوالی که پیش میاد. آقای شکارسری، بفرمایید. خواهش میکنم. شعر سفید رو اگر اشتباه نکنم، یکی دوستانم اگر اشتباه نکنم کریم رجب‌زاده بود. شما اگر برید شعر سفید در واقع چیز اختراع شده ای نیست، یعنی یک نفر نیست. شعر سفید ما رو اگر برید شما نگاه بکنید، در تمام تذکره های ما شعر سفید وجود داره. مثلا میگه جهانی بنشسته در گوشه، این شعر دیگه، شعر سفید دیگه، در واقع شعر سفید مغز شعر کلاسیکه. یا مثلا اگر قرن 12 سلطان محمد ابن، حالا ادامش خاطرم نیست، میگه هر چقدر زود بیایی دیر است، که بعدها اومده تو شعر کلاسیک. ببینید ما شعر سفید داشتیم، مثل برق، برق اختراع نشده که، برق کشف شده، درسته؟ در واقع شعر سفید هم به همین شکل بوده. حالا دیگه شاملو میاد اون در واقع میخ نهایی رو میکوبه، میگه شعر سفید در واقع اینه. ما در واقع تو شعر سفید هم به شدت از گفتای نیما بیشتر تبعیت میکنیم. حتی من احساسم برای اینه که حتما همینطوره که خود شاملو هم از در واقع اون امکانات، اون گفته هایی که در واقع نیما اومد بیان کرد، اون توری هایی که نیما اومد در همسایه ها میاد بیان میکنه، ما بیشتر در واقع همون استفاده میکنیم. پس میخوام یه جنبندی نهایی به خدمتون داشته باشم، میخوام بگم که شعر سپید و شعر کلاسیک به لحاظ بیسی با هم هیچ تفاوتی ندارن. فقط الان مثلا ما میگیم شعر مدرن شعری است که به زندگی روزمره ما در واقع نزدیکتر باشه، یعنی ما همون برعکس این که شعر از آسمون آوردیم زمین، هرچی شعر در مورد زندگی روزمرگی ما داشته باشه، یعنی دنیا من فکر کنم به همین سمت داره میره، این در واقع به مدرن بودن خیلی کمک میکنه. در حقیقت شما طبق فرمایش شما اینی که شعر سفید بوده و اتفاقی که افتاده اینی که کشف شده، رونمایی شده و شاید از یه مقدار شاخ و برگ بهش داده شده، تعریف‌های جدیدتری شده و استفاده بیشتر شده. هم مثل که خدمتتون ارزم، شما دستتون رو میگه یا یه لباسه که یه جرقه‌ای میاد، خب این برق دیگه، حالا یکی به این ذهنش رسیده، خب این برق، میتونیم برق به این شکل در واقع کشفش کنیم، بیایم بگیم که خب این در واقع حالا اختراع میگم، ولی من میگم برق کشف شد. شعر سپید هم به نظر من کشف شد، بگم من وجود داشته در زبان فارسی وجود داشتم. البته یه موضوع هم خدمتون عرض بکنم، ببینید استادم عرض کردن زمان در واقع یک اتفاقی که به وجود اومد، نهضت ترجمه، این دل و جرأت رو به در واقع کسایی که میخواستن نوآوری کنن بیشتر داد. مثلا نهضت ترجمه از مخصوصا از آذربایجان ما که اومد، در واقع از ترجمه‌ای که ترک‌ها داشتن، خود ترک‌ها هم از در واقع فرانسه گرفته بودن دیگه، شعر آزاد که در واقع میاد، حالا به این حالا استادم توضیحات بیشتری میدن که شعر سپید، شعر آزاد، حالا این تعریفی که وجود داره، دوستانم از زبان‌های شکارساری بشنوم این موضوع. میخوام بگم که اونها خیلی کمک کردن که ما در واقع بیان وارد شعر در واقع نهضت ترجمه که وجود داد، خیلی کمک کرد که به شعر سپید بیشتر نزدیک بشیم. آقای سعدی پور، فقط شما تصویرتون قطعه، اگر لطف کنید تصویرتون رو باز کنید. الان اومد تصویر، الان اومد تصویر، اصلا من به هیچی دست ندیدم، احتمالا اینترنتتون. آقای شکارسری، میشنویم در مورد این که اصلا چرا شعر سپید، چرا اسمش شعر سپیده، با توجه به صحبتهایی که آقای سعدی پور کردن و توضیحاتی که شما دادید، اینی که شعر سپید وجود داشته و شاید در اون دهه رونمایی شده ازش به نوعی، یا در حقیقت به قول آقای سعدی پور میخش کوبیده شده، چرا اسمش شعر سپیده؟ خب عرض کنم خدمت شما که
این معلول یک اشتباه این نامگذاری و نامگذاری اشتباهی است در واقع. ما در شعر اصلا تردیدی نیست که این شعر به تقلید یا اگر مهربانانه بخوایم بگوییم به تأثیر از شعر روز اروپا در واقع در ایران به وجود آمده و حالا کشف شده یا ابداع شده. خب ما اصطلاحاتی در شعر اروپایی داریم، بلانک ورس یا شعر سپید در اصطلاح اروپایی در واقع شعر بی‌وزن نیست، شعر موزون است که قافیه‌هاش در جاهایی که شعر سنتی اروپایی بوده نیست. یعنی در واقع نوعی شعر نیمایی است بلانک ورس، یعنی شعر موزون است. اما آنچه که ما اینجا شعر بی‌وزن داریم در واقع فری ورس، یعنی شعر آزاد، شعری است که در تعریف اروپایی عرض میکنم وزن ندارد، وزن هجایی خاص شعر اروپایی درش وجود نداره. بنابراین اینجا که ما از این اصطلاح میبینیم شاملو استفاده میکنه و شعر سپید رو در واقع نامگذاری میکنه، نوعی اشتباه درش وجود داره. به درستی اگه بخوایم بگیم باید شعر بی‌وزن یا آنچه که ما امروز شعر سپید میخوانیم در واقع شعر آزاد نامیده میشد، با از اسم گذاری اروپایی عرض میکنه. اما در هر صورت حالا دیگه از این بحث تاریخی بخوایم عبور کنیم، ما امروزه در واقع با شعر سپید وقتی میگیم روبرو هستیم، با شعر روبرو هستیم که فاقد وزن عروضی است، یعنی فاقد آن چیزی است که نیما در شعر باقی گذاشت، یعنی توازن. در نیما اتفاقا در همان سالهایی که شاملو شعر بی‌وزن نوشت نقل قولی داره که من میخوام واسهتون عیناً بخوانم، که نوشته است: به نظر من شعر بی‌وزن شباهت به انسانی برهنه و عریان داره. ما میدانیم که لباس و آرایش میتواند به زیبایی انسان بیفزاید. یعنی در واقع نیما اصلا معتقد به شعر بی‌وزن، حداقل در اون سال که سال نوشتن نخستین شعرهای سپید یا بی‌وزن توسط شاملو هست، معتقد اصلا به این قضیه نیست. از این منظر خب باید شجاعت شاملو رو برش صحه بگذاریم که به استاد خودش به ترتیبی در واقع پشت پا زده و او رو پشت سر گذاشته در واقع به تعبیر. اما این نامگذاری چیزهایی رو، واقعیتهایی رو در خودش داره. اینکه وقتی میگید شما سپید و به لغتنامه ها مراجعه میکنید، فقط یکی از تعاریفی که جلوی این کلمه وجود داره یکی از انواع رنگ هاست. باقی تعریفاتی که در لغتنامه وجود داره اصلا ربطی به رنگ نداره. سادگی، خلوص، فقدان عرض کنم طرح و نقش بر روی اون چیز یا این چیزهای از این دست. ببینید اینها به ما چی داره میگه؟ اینها داره به ما میگه که ما چیزهایی رو داریم سلب میکنیم از شعر، چیزهایی رو داریم از شعر کلاسیک خودمون میگیریم تا به تعریف جدیدی در شعر برسیم. خب از این منظر در واقع شعر سپید ابتداعاً یک تعریف سلبی به نظر میرسد، یعنی چیزی داره از شعر میگیره تا خودش به تعریف برسد. من دارم وزن عروضی رو مثل تقارن که نیما گرفت، توازن رو هم دارم از شعر میگیرم. اما یه نکته وجود داره. شاملو میگه من مثل نیما هستم از این منظر، نمیگه ها، اما با کارش اینو داره میگه. میگه من فاصله گیری ناگهانی و گسست از سنت شعر نیمایی رو نمیپسندم. با خودش این طور میگه، یک اصل فلسفی است. اگر و فقط اگر گسست در سیاست دارای معنا باشد، در ادبیات و فرهنگ یک اشتباه فلسفی است. اصلا شما نمیتوانید گسست در ادبیات ببینید و اصلا در هنر نمیتوانید گسست ببینید. آوانگارد ها هستن که تلاش میکنن نوعی گسست ایجاد کنن بین خودشان و آنچه که پیش از خودشان بوده است. اما شاعران پیش رو معمولا با تکیه بر سنت
پیش روی میکنن و خلق تازه میکنن و ابداع تازه به عمل میارن. پس نیما چه میکنه؟ شاملو چه میکنه؟ شاملو میگه خیلی خوب، تقارن رفت، توازن رفت، اما من شعر رو لخت نمیخوام. اینگار یه جورایی داره به نیما، به استادش توجه میکنه. پس چی رو بیارم که از صحبتهای روزمره و از سخن روزمره شعر من متفاوت باشه در زبان و در بیان؟ موسیقی نثر کهن فارسی یعنی نوعی آرکایزم و نوعی باستانگرایی در زبان، جایگزین عروضی میشه که از شعر کنار میذاره. شعر سپیدی که شاملو در واقع ابداع میکنه و به وجود میاره و حالا شروع میکنه، از این منظر هنوز لخت نیست، هنوز شعر منصور نیست، شعری است که دارای موسیقی و آواهای قابل شنیدن کلام است، یعنی دارای موسیقی کلام است. پس شعر سپید از شعری که الان داریم میشنویم شروع نمیشه، از شعر سپیدی شروع میشه که تاوی موسیقی کلام است، موسیقی که معروف شد به نام موسیقی شاملو. این اشتباهی که امروز به وجود آمده و میگن آقا شعر سپید فقط مال شاملو بود، الان دیگه ما از سپید عبور کردیم، از اینجا ناشی میشه که انگار فکر میکنن حالا که شعر ما دیگه اون موسیقی سنگین شاملویی رو نداره دیگه سپید نیست. نه، سپید شاملویی آغازگر راه سپید سرایی بود و چون فاصله گیری شاملو از شعر نیمایی یک فاصله گیری تدریجی هست، هنوز شعر رو بدون موسیقی اصلا نمیتونه بپذیره و نمیتونه تصور کنه، تا آخرش هم شاملو شنین است. یعنی موسیقی شعر شاملویی قابل شنیدن است. موسیقی بر دو نوع است در شعر، یکی موسیقی قابل شنیدن که بر سکوت ها و فاصله هایی که بین آواها ایجاد می کنند متکی است. تکرار صامت ها، تکرار مصوت ها با یک آهنگ به خصوص، تکرار عبارات خاص، تکرار کلمات خاص در شعر، عرض کنم قافیه پردازی در شعر که هرگز در شعر شاملو فراموش نمیشه، اینها همه از چه جنس موسیقی است؟ موسیقی است که قابل شنیدنه. یعنی موسیقی شعر شاملویی هنوز موسیقی است که در واقع توسط یکی از احساسات بشر، یکی از حواس بشر، یعنی توسط قوه شنوایی قابل درکه. از این منظر هنوز نسبت داره با عروض نیمایی. چرا؟ چون اون وزنم توسط گوش انسان حس می شد و درک می شد. اما نوع دوم موسیقی در شعر، یعنی اگر موسیقی شاملوی رو هارمونی متکی بر آواها بدانیم، در موسیقی شعر سپیدی که بعد از شاملو به وجود آمد توسط احمد رضا احمدی و غیره، هارمونی متکی بر آوا نیست، هارمونی متکی بر معانی شاعران است. یعنی قدم بعدی، یعنی داریم ما تاریخ رو میایم جلو دیگه، قدم بعدی بعد از شاملو حتی زدودن موسیقی شاملو از شعر سپید است، یه قدم جلوتر. یعنی از شاملو شعر سپید آغاز میشود، جریان آکادمیک و درستش و کلاس شدهش، اما با شاملو تمام نمیشه. موسیقی شعر سپید شاملویی نوعی سپید سرایی است. بعد از او، از شاعرانی مثل احمد رضا احمدی به بعد، نوعی سپید سرایی دیگه پایه‌گذاری میشه. سپید گذاری که نه بر هارمونی آواها بلکه بر هارمونی معناها تکیه دارد. از این زمان به بعد، یعنی از هولوش ابتدای دهه 40 به بعد، شما جریانی رو میبینید، جریان سپید سرایی رو میبینید که حرکت شتابانی به سمت سپید منصور یا شعر منصور داره.
این چیزی که ما امروز تحت عنوان شعر منصور میخوانیم نوعی شعر سپید است، یعنی شعری که وزن ندارد، اما از سوی دیگه موسیقی شاملویی هم نداره، اون تکیه بر آرکایزم و باستانگرایی شاملو رو هم نداره و تلاش میکنه به نثر روزمره، به موسیقی طبیعی کلام یا به دکلماسیون طبیعی کلام تکیه کنه. بنابراین از این منظر میتوانم حرکت شعر منصور رو در ادامه طبیعی شعر توصیه های نیما بدانم. نیما وقتی که میاد شعر نیمایی رو ابداع میکنه میگه من، میگن دنبال چی هستی آخه؟ میگه من در شعر دنبال دکلماسیون طبیعی کلام هستم. دکلماسیون طبیعی در زمان نیما فاصله گیری از تقارن بوده، یه قدم فاصله گیری از شعر کلاسیک. در زمان شاملو یه قدم دیگه فاصله گیری، فاصله از توازن بوده که به دکلماسیون طبیعی نزدیک میشه و از دهه 40 به بعد، یعنی سپید بعد از شاملو، جریان شعر منصور است، یعنی نوعی سپید که به هیچ وجه تمایلی به جذابیت‌های آوایی ندارد. یه نقل قول از شاملو اگه بخونم براتون، میگه که شعر سپید از وزن و قافیه، از آرایه و پیرایش احساس بی‌نیازی شاید نکند، اما از آن محروم است و شاید بتواند از آن محروم نماند، لکن تظاهر به بی‌نیازی میکند. خودش اصلا به این توصیه عمل نمیکنه ها، یعنی به شدت شاملو شعرش موسیقایی است، آوامداری بسیار زیبایی داره، اما میگه شعر سپید انگار خودش حد زده بوده که در ادامه به جایی میرسه که از آرایه و پیرایه همین موسیقی هم فاصله بگیره. شعر سپید شاید رقصی است که به موسیقی احساس نیاز نمی کنه. میگه که در جایی ازش پرسیدن دقیقا اینطور میگه، میگه که بذارید بگه شعر سپید شعر نیست. خب درست میگه، شعر سپید شاید رقصی است که به موسیقی احساس نیاز نمی کنه. من احساس میکنم که چند جا این رو گفتم الان تو این بخش از صحبتام، دیگه فکر میکنم زیاد پرشانگی کردم. ببینید حرکت شعر نو ما از نیما 1316 به بعد نوعی فاصله گیری تدریجی از ادبیات متن است، فاصله گیری از ادبیات. ادبیات شگردهایی است که زبان شعر را از زبان روزمره متفاوت میکنه. وزن و قافیه این کار رو میکنه، توازنی که تو شعر نیما هست این کار رو میکنه، حتی موسیقی شعر شاملوی این کار میکنه، یعنی نوعی ادبیات هنوز در این متن ها هست، در شعر سپید شاملوی هم نوعی ادبیات هست، اما حرکت محتوم پیشروی در شعر به اینجا میرسه که حتی موسیقی شاملوی را هم شاعران میذارن کنار، از ادبیات شاملوی را هم فاصله میگیرن و به سمت شعر منصور میان، شعری که هیچ گونه تلاش میکنه، نمیگم میتونه برسه ها یا رسیده، شعری که تلاش میکنه هیچ گونه جذابیت آوایی نداشته باشه و به قول سعدی پور مغز شعر در واقع باشه، بی نیاز به هر گونه جذابیت آوایی. خیلی ممنون از توضیحاتتون. من یه خلاصه ای از صحبتهایی که کردین برای عزیزانی که همراه ما هستن میگم، این که شما کلن موسیقی شعر رو به دو قسمت تقسیم کردین، موسیقی که قابل شنیدنه مثل موسیقی که در شعرهای شاملو بود و بعد از شاملو که با آقای احمد رضا احمدی در دهه 40 آغاز شد، دیگه به موسیقی کلام یا همون قابل شنیدن ازشون گذشتن و رسیدن به هارمونی متکی بر معانی شاعرانه، که کلن این تاریخچه رو شما فرمودید که اصلا از کجا شروع شد و هنوز هم ادامه داره، همه در راستای همه، و خیلی زیبا توضیح دادید که ادامه همون حرف نیما هستش که میخواست فاصله گذاری تدریجی بکنه. حالا اون زمان فاصله گذاری تدریجیش مال توصیه‌هاش اون زمان تقارن بود، بعد رسیدیم به این که وزن رو بردارن، بعد حالا رسیدیم به این که به صحبت‌های روزمره نزدیک ترش بکنن کلام رو.
آقای سعدی پور، در مورد اینکه گفتید که شعر سپید رو یک تعریفی کردید، آقای شکارسری هم اشاره کردن مغز کلامه، یکم در مورد این برامون توضیح میدید و این صحبتهایی که آقای شکارسری کردن که الان شعر سپید رو گفتن از کجا شروع شد و الان کجا قرار داره؟ من قبل از اینکه به این مغز شعر بپردازم، خیلی جالب بود، من تا حالا این تعریف رو نشنیده بودم، یعنی از شاملو که شعر سپید مثل رقص نیاز به موسیقی. نه، من همیشه یه نفر از من سوال میپرسه فرق بین شعر سپید کلاسیک چیه، من میگم که شعر سپید، شعر کلاسیک به یک رقصنده یه موزیکی رو میذارن، اون چی که تازه دوست داره، بعد این شخص شروع میکنه به رقصیدن. حالا این رقص این شخص حتی اگر زیبا نباشه، شما این آهنگه 50% دقیقه لذت میبره، حتی اون شخص زیبا نرفت. حالا شعر سپید برعکسه، من میگم که میان قطع میکنن، میگم موسیقی ندینیم، حالا برای ما طوری برخص که برای ما جذاب باشه. ببینید خیلی سخت تره. من همیشه این تعریف ساده رو برای خودم بود، خیلی جالب بود که الان میبینم که شاملو هم در واقع از این زاویه نگاه میکرده به این موضوع. عرض کنم خدمتون که من یه موضوعم، چون استادم جناب شکارسری بیشتر به اون ریخت و ظاهر و برونه در واقع شعر توجه داشتن، من یه چیزی دیگه هم بگم که شاید تو شعر شاملو یا شعر آقای احمدرضا احمدی، که قطعا این آقای احمدرضا احمدی اینو بهش ایمان دارم که فرم و ساخت اینا خیلی در اونجا در واقع حضور نداره، یعنی ساخت نیست. من فکر میکنم که متاسفانه آقای سعدی پور رو از دست دادیم، یعنی صداشون رو از دست دادیم، ببخشید. صداشون، اینترنتشون فکر میکنم ضعیفه، دوباره برمیگردن. آقای شکارسری، من تا ایشون برگردن یک سوالی از خود شما دارم. در این تعریفی که شما کردین، تاریخچه رو که گفتین، الان کجا قرار داریم؟ و این خیلی برای خود من به عنوان یک مخاطب، من این سوال رو ازتون میپرسم که در زمان نیما این نیاز احساس شد که فرم و در حقیقت تغییر ایجاد بشه، آیا به نظر شما الان هم در عصر و زمانی هستیم که یک فرم و تغییر ایجاد باید بشه، یعنی توی فرم و تغییر ایجاد؟ آقای سعدی پور، شما بله صداتون اومد؟ بله بفرمایید. من گفتم چون شما قطع شدی سوال بعدی رو بپرسم، بفرمایید شما. نمیدونم تا کجا شنیدید، من اومدم خدمتتون بگم که ما اگر الان این شعری که الان وجود داره، درسته به برونه زبان شاید خیلی توجهی نداشته باشیم، ولی خب یک امکانات جدیدی مثل فرم و ساخت و در واقع، من اینو خواستم عرض کنم که استاد بزرگوارم جناب شکارسری درست فرمودن، اگر مثلا خود شاملو به این موضوع توجه میکرد، ما در نهضت ترجمه که خیلی وامدار سمت آذربایجان هستیم، مثلا صابر ساهر و یه تعداد اومدن در واقع نهضت ترجمه رو وارد ایران که کردن، اونها سمت آذربایجان به شعر آزاد میگن سربست. سربست یعنی آزاد، میگن سربست شعر، یعنی شعر آزاد. یعنی اگر اونو توجه میکردن، در واقع شاید این اشتباه در نامگذاری اتفاق نمیافتاد. حالا من برگردم به اون موضوع مغز شعر. من در عرایزم خدمتون عرض کردم بین شعر کلاسیک، حالا اومدیم گفتیم وزن رو برداشتیم، تقارن و موزون و اینا رو که برداشتیم، اینها دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که جامعه داشت تغییر میکرد، جامعه پوست میانداخت، شکل جامعه تغییر میکرد، این تغییرات جامعه اینو در واقع پذیرش این موضوع رو داشت. حالا الان زندگی سریع، زندگی ماشینی، ببینید خیلی الان جامعه ما جامعه چیز دیگه، توریستیه دیگه، خیلی شما حوصله ندارید که آی فکر کنم چجوریه، شما میخواید در آن واحد به یک موضوع برسید، همون لحظه لذت رو ببرید، تماشا بره. این من فکر میکنم نوع زندگی های ما
در واقع ما رو به این سمت کشیدن که آقا لوپ مطلب بگو، زیاد تو حاشیه نرو، بگو میخوای چی بگی به من. اینه دیگه، یعنی در زندگی ماشینی سریعا میخوام به اون چیزی که میخوام برسیم. در واقع شعر سپید مغز شعر کلاسیکه که شاعر سپید سراب میخواد از امکاناتی که مخاطبش خسته نکنه استفاده کنه و اونو در شکل خیلی جدید و مدرن ارائه بده. اتفاقا سوالی که آقای سعدی‌پور من بعد از شما که قطع شده بودین از آقای شکارسای پرسیدم همین بود که خب با توجه به توضیحاتی که ایشون دادن، تحقیق پژوهشی که کردن و تعریف جامعی که در مورد سیر تکامل شعر سپید کردن، آیا الان 1400 بعد از دنیای دیجیتال، شما فقط این رو در نظر بگیریم ما داریم برنامه ای رو آنلاین با هم اجرا می کنیم که هر کدومم یک کجای دنیا هستیم، زمانش نرسیده به نظر شما که این فرم یه تغییری بکنه، یا آیا در حین تغییر کردن هست؟ این رو هم برامون توضیح میدین که الان کجا قرار گرفته. من یه چه خدمتتون عرض کنم، من میگم که در شعر سپید این تغییر وجود داره. یعنی چی؟ ببینید، شما اگر یک کتاب شعر سپید رو باز کنید، اگر یعنی به این ضعف شاعر سپید سرایی که بیاد هر سری مثلا شما 10 تا شعر ازش بشنوید توی کتاب که همش با یه فرم باشه، میگن این، یعنی هر شعری، اینجوری برای شما بگم، خیلی تعریفه خیلی راحت‌تر، در هر شعری شاعر سپید سراب باید یک وزن جدید، وزن به معنای شعر کلاسیک نه، منظورم در ریخت شناسی، در فرم، در ساخت، و بیاد هر سری یک چیز جدیدی رو برای شما بیافرینه. این یعنی چی؟ یعنی اگه شما اگه کتاب منو میخونید همش احساس نکنید این و این، یعنی از آ به ب، از ب به س. بعد شما اگر مثلا 10 تا شعر اینجوری داشته باشید خسته میشید، میگید که این آدم مثلا نوآوری نداره. یعنی شما در شعر سپید برای اینکه موفق بشی، چرا میگن سخته؟ برای اینکه باید هر سری زایشی در خودتون ایجاد بکنید و اگر نباشه ضعف شاعر میشه و انگار داره شاعر داره درجا میزنه. عملا در درونه زبان و در درونه شعر این اتفاق میفته، این نوآوری هی داره تکرار میشه. شما اگر باز عرض میکنم از من 10 تا شعر با یه فرم ساختار بشنوید، میگید که این شاعر یه فرمول پیدا کرده، با اون فرمول داره منو خسته میکنه، دیگه گوش نمیدید به من. پس باید من هر سری باید یه ترفند جدید، اونم باید مال خودم باشه. این نیستش که بیام از دست آقای شکارسری بنویسم یا از دست کسی دیگه بنویسم. اینطور شما این اتفاق داره میفته، حالا این فرم داره ایجاد، این در حقیقت تغییر ایجاد شد. قشنگی شعر سپید میدونی چیه؟ این ته نداره، مثل یک بازی میمونه، مثل گیمی میمونه، شما هر چی بری تموم نمیشه، یعنی هی داره خودشو داره بازسازی میکنه. من اینجوری بگم، شعر سپید همیشه در حال بازسازی خودشه. آقای شکارسری، صحبت‌های شما رو می‌شنویم در مورد این موضوع. عرض کنم که فرمالیست‌ها یک اصطلاحی دارن به نام وجه قالب. میگن که در هر دوره‌ای از ادبیات وجهی از وجوه مختلف شعری قالب میشه به دلایل مختلف. مثلا فرض فرمایید وقتی که شاملو شعر سپید شاملویشو نوشت با اون موسیقی متنتن متکی بر نثر کهن ادب فارسی، این نوع زبان آرکائیک وجه قالب شد. هر کسی که میخواست شعر بنویسه از این وجه قالب، از این زبان متأثر میشد و استفاده میکرد. حالا فرمالیست ها میگن کسی که میخواد نوآوری کنه چیکار میکنه؟ میاد از این وجه قالب آشنایی زدائی میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون شکل رو در واقع کنار میگذاره، شکل جدید و غریبه‌ای رو ارائه میده. همین شکل ممکنه در چند سال بعد، در دوره بعد، مجدد وجه قالب بشه و به قول فرمالیست ها زبان خودکار بشود و باید شاعر مجدد از این زبان خودکار آشنایی زدائی بکنه.
شاعران دهه چهل آمدن و از زبان شعر نیما، زبان شعر شاملویی آشنایی زدایی کردن. یعنی چی؟ یعنی اومدن به جای اون آرکایزم زبانی و اون باستانگرایی زبان روزمره رو استفاده کردن. همین زبان روزمره تبدیل به زبان خودکار شد، یعنی هر کی دیگه اومد اینطوری نوشت. دهه 50 چه اتفاقی افتاد؟ دهه 50 نوعی شعر تحت عنوان جریان شعر چریکی یا جریان شعر سیاسی به وجود آمد که اونها آمدن یک زبان مجدد، عرض کنم، حماسی، متنتن و موسیقایی را ایجاد کردن که بر مخاطب عام بتونن تأثیر بذارن. این جریان در دهه 60 تقویت شد اتفاقا، به خاطر اینکه جنگ هم یک فضای حماسی و پرشور بود، باز اون زبان حماسی و متنتن رو میخواست. دقیقه دهه 70 چه اتفاقی افتاد؟ دهه 70 اتفاق برعکس شد، دیگه اون شورمندی و سیاسی و اجتماعی وجود نداشت. فاصله گیری از اون آرکائیسم زبانی باعث شد زبان شعر یک زبان متمایل به زبان روزمره بشود. نمیگم شعر ساده شد، زبان شعر زبان ساده ای شد. دهه 70 شما شعری دارید که به شدت زبان ساده و روزمره‌ای داره، اما ساختار شعر و فرم شعر به شدت پیچیده است و برقرار کردن ارتباط با اون خیلی دشواره. یه چیزی مثل شعر حجم در دهه 40 که زبان خیلی نزدیک به زبان روزمره است، دکلماسیون طبیعی است، اما فرم شعر بسیار فرم پیچیده است. از این منظر میخوام خدمت شما بگم که خیلی قابل پیش بینی نیست که ما به کجا خواهیم رسید. اما در این که شعر بی‌وزن یا شعر سپید روز به روز در واقع با فرم‌های تازه خودش رو به رخ می‌کشه، در این هیچ تردید وجود نداره. این که وجه غالب در یک دهه نسبت به دهه قبل و دهه بعد خودش چیز متفاوتی است، اصلاً درش تردیدی وجود نداره. دائم این تغییرات اتفاق می‌افته. از دهه 80 به این طرف تا همین الان 1400 که شما فرمودید، ما جریانی تحت عنوان جریان ساده نویسی رو داریم که به شدت با جریان کوتاه نویسی همدست شدن. اتحاد ساده نویسی و کوتاه نویسی یک جریان شعری بسیار قدرتمند به وجود آورده که به گمان من یک عکس العمل فعال محسوب میشه در برابر پیچیدگی که شعر دهه 70 داشته است. بنابراین این رو میخوام خدمتتون عرض کنم که فعل و انفعالاتی که در شعر هر دوره به وجود میاد صرفاً نتیجه فعل و انفعالات اجتماعی و سیاسی اون روزگار نیست، بلکه یک فعل و انفعالات درون سازمانی هم هست. یعنی شاعران نسبت به مشخصات و ویژگی های شعر هر دهه و گرفتگیرهای اون ویژگی ها، استقبال یا عدم استقبال از اون ویژگی ها عکس العمل نشون. عکس العمل شعر دهه 80 و 90 نسبت به شعر دهه 70 اینه که از اون پیچیدگی سرایی، فرم‌های پیچیده و ساختارهای پیچیده تا حد زیادی فاصله گرفتن و با توضیحاتی که آقای سعدی پور دادن کار ما هم راحت‌تره. دیگه نیازی به ساختارهای پیچیده، فرم‌های طولانی احساس نمیشه. حالا امروزه شما مثلا جای پیچیده نویسی مثل استاد یدالله رویایی یا مثلا پیچیده سرایی های موج نو در دهه 50 یا پیچیده سرایی هایی که استاد براهنی و شاگردانش در دهه 70 به راه انداختن یا پیچیده نویسی هایی که شعر پسانیمایی توسط جناب باباچاهی و دوستان دیگر دارد و و و جریان های از این دست، شما با جریانی روبرو هستید که نه فقط برای جذب مخاطب، نه، بلکه با توجه به اقتضائاتی که گفتمان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این روزگار دارن تمایل به کوتاه سرایی و ساده نویسی دارن. حالا شما مثلا چهره‌ای مثل عباس صفایی رو دارید، خدا بیامرز، که امسال فکر کنم از دستش دادیم یا سال گذشته، بر صورت ظرف چند ماه گذشته بوده. ما یه چهره مثل آقای عباس صفاری داریم که دیگه کاملا دکلماسیون کلامش دکلماسیون کلام روزمره است، انگار داره با ما
روزمره حرف میزنه، نمیگم محاوره یا نه، دکلماسیونش دکلماسیون روزمره و محاوره است، فرهنگش فرهنگ محاوره است. از این منظر شما حضور خوشه ای از کلمات، دایره ای از کلمات رو در شعر این روزگار دارید که در دهه های گذشته اصلا قابل تصور نبود. یعنی شعر کومیک و موزهک و عرض کنم فکاهی به نظر می رسید اگر از واژه هایی که امروز در شعر استفاده می کنید اون روزگار استفاده می کردید. بنابراین در یک جنبندی کلی اصلا نمی شه پیش بینی کرد که ما دهه بعد کجا خواهیم. این به این بر می گرده که وجه قالب شعر چیست. وجه قالب شعر در روزگار ما وجه کوتاه سرایی و ساده نویسی است. این بازم میگم به این معنی نیست که جریان‌های دیگری در شعر امروز وجود نداره. ما جریان‌های شعر خیلی قدرتمندی داریم که ممکنه مخاطبینشون مخاطبان خاص و معدودی باشن، اما وجود دارن و قابل احترامن و کاملا هم تئوریزه شدن. جریان پسانیمایی جناب آقای باباچاهی، جریان شعر زبان یا متکی بر زبانیت جناب براهنی و شاگردانشون، عرض کنم جریانی موسوم به جریان شعر حرکت که دوست بزرگوارم جناب ابوالفضل پاشا در دهه 70 اون رو معرفی کردن، و جریان های کاملا از این دست، جریان شعر پسا مدرن یا پست مدرن در دهه های 70 و 80 و جریان های از این دست کاملا جریان های اثبات شده هستن که نیاز به تایید یا رد بنده ندارند. اما در کنار اینها به گمان من جریان شعر کوتاه و ساده نویسی جریان بسیار بسیار قدرتمندی است که وجه قالب شعر روزگار ما رو در واقع داره تشکیل میده، و همه اینها در زیر لوای شعر سپید هستند، یعنی شعری که تقارن، توازن و موسیقی شاملویی رو پشت سر گذاشته است. خیلی ممنون از توضیحاتتون. البته من سوالام خیلی زیاده به خاطر اینکه ما تازه در جایگاهی قرار گرفتیم که خب حالا الان با توجه به صحبت‌های شما اصلا نمیشه پیش بینی کرد در یک دهه دیگه کجا قرار داریم، و با توجه به سرعتی که در پیش اومده دنیای دیجیتال ممکن اصلا به دهه هم نکشه، یعنی مثلا 3 سال دیگه 4 سال دیگه اصلا تمام فرم تغییر کنه. همونجور که طبق صحبت‌های شما شاید اگر 5 سال پیش یا 10 سال پیش حتی در مورد اینکه روزمره حرفای روزمره رو توی شعر بیاریم به شکلی فکاهی و خنده‌دار می اومد و هیچکس اصلا نمیپذیرفت، ولی الان کاملا یه چیز پذیرفته شده است. نکته دیگه که شما اشاره کردید در مورد ساده نویسی و کوتاه نویسی که خب خیلی جریان قدرتمندیه و میطلبه که یک برنامه جداگانه فقط در مورد این باشه که حالا الان کجا قرار داریم، به کجا پیش میریم، و در مورد جریان‌هایی که جاری هستن. شما چند تا جریان رو نام بردید، از آقای باباچاهی نام بردید که جریان پسامدرن نیمایی دارن، آقای براهنی و اساتید دیگه که در موردشون صحبت کردیم، پیشکسوت‌های شعر هستن و هر کدوم در یه سبکی با شاگردانشون دارن شعر میگن و طرفداران خودشون رو دارن. من خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کاملتون و همینجا ازتون دعوت میکنم واسه برنامه‌ای که در مورد شعر امروز صحبت کنیم. شما شعر سپید رو توضیح دادین، تاریخش رو هم گفتین. چون خیلی از عزیزانی که همراه هستن و شما رو دنبال میکنن، شعر رو دنبال میکنن، دنیای دیجیتاله و خیلی سرعتش زیاده، اینکه کجا قرار بگیریم و چه قالب ها و فرم هایی باشه جذابیت خاص خودش رو داره. آقای سعدی پور اگر صحبتی دارید، سوالی که من نپرسیدم یا توضیحی که میخواید بدید رو بفرمایید تا ما بتونیم برنامه رو جمع کنیم. ببینید، اولا خیلی سپاسگزارم از جناب کارسری، خیلی جامع، همیشه ازشون آموختیم و این آموختن من یه اتفاقی که همیشه در مورد این جریان هایی که استادم فرمودن فکر میکنم، من احساسم به اینه که خیلی از این دوستان در واقع تلاش بر این میکردن که بیشتر بمانند، بیشتر اسمی از این دوستان بمانند. من برداشتم رو دارم عرض میکنم، حالا چقدر این به ثواب و درستی نزدیکه اون حالا جای بحث خودش رو داره. من احساسم بر این بود که بیشتر دوست داشتن که بیان یک چیز ابداع جدید. ببینید، تا شعر سپید درست نشده، نمیدونم
آقای احمدرضا احمدی موج نو میاد، یعنی هنوز شاملو اون قوام خودش نه، و شعر حرکت میاد و پسانیمایی. من احساسم به اینه که دوستان بیشتر دوست داشتن اسمی ازشون بماند، مثلا تندر کیا الان چی مونده ازش، فقط یک اسمی ازش مونده توی تاریخچه ادبیات چی کار کرده، چقدر مفید بوده اینا. ولی همیشه من به یه چیزی فکر میکنم، میگم که خب من به عنوان یه آدمی که دارم توی این جامعه زندگی میکنم و به صورت یه آدم حرفه‌ای دارم شعر مینویسم، مطالعه میکنم، بعد آخرش چی میشه؟ یعنی آیا من دارم قدمامو درست برمیدارم؟ یه چیزی همیشه تو ذهنم میاد، اونم اینه که دوره سعدی به یادم میمونه. ببینیم فرمولی که الان شعر ساده و اون در واقع اون روشی که خود من الان دارم شعر می‌نویسم و از عایشه کارسری آموختیم، شعر سپید ساده و در واقع دهه 80 به قول استادم خیلی قوام و قوت بیشتری گرفت، اینو داریم می‌نویسیم. ما اگه تو تاریخ ادبیات نگاه کنیم، سعدی این ویژگی رو داره، سعدی ماندگار شده، اون هم به دلیل نوع ارتباطی که جامعه داره برقرار می‌کنه. ببینید ما الان دهه الان 20 سال از عمر شعر ساده، نه اینکه نبودا، من دارم به صورت اون پررنگ بودنشو دارم عرض میکنم، وگرنه همون زمانی که دهه 70 بودن آیه شکارسری هم شعر ساده مینوشته. یعنی دوستان آیه شکارسری و دورای شکارسری که حالا ما نمینوشتیم موقع، ایشون داشتن شعر سپید ساده بوده. اینکه یک دفعه میاد پررنگ میشه، من فکر میکنم نوع ارتباط و اون ارتباطی که شعر سپید ساده و مخصوصا نوع کوتاهش با جامعه خودش برقرار میکنه و ارتباطی که با اون ساده و عمیق و سعدی وار بودن خودش داره، و چون سعدی هم در واقع جزئی از شناسنامه‌ها و قله‌های ادبی ماست و ماندگاری داره، من فکر میکنم این دوره مونده. نشون به اون نشون که دو دهه هست داریم ما داریم به این شکل داریم مینویسیم. حتی از آقای سفاری هم که نام بردن، ایشون هم شعر ساده حالا روزمره، و من احساسم بر این که این قدم های خیلی درستی هستن. حالا این آسیبان داره، من دوست دارم یک جلسه باشه که بیان در مورد، حالا ما که داریم شعر سپید ساده داریم میگیم، این نیستش که 100% درسته. خیلی از دوستان میان با من صحبت میکنن، میگن آقا خب یه تعداد شعر سفید سرخ خیلی خوب هستن، این بقیه چی دارن میگن؟ آقا من یه سوال ازتون میپرسم، آقا ما اینقدر فوتبالیست داریم دیگه، درسته؟ من سوال من اینه، اینقدر فوتبال، آیا قرار همه فوتبالیست خوبی باشن؟ 11 نفر میرن بازی میکنن، بیشتر از 11 نفر که فوتبال بازی نمیکنن که. من فکر میکنم اصلا قشنگ و نمک شعر سفید ساده همین چیزهایی هستن که حتی من خودمان اعتقاد دارم که شعر نیستن، ولی اینا یه هوادارای خیلی خوبی هستن. کلن زیبایی زندگی در تفاوت هاست که وجود داره، اگه قرار باشه همه شکل هم باشن، شاید از این زیبایی یه مقدار کاهش پیدا کنیم. چیزی که شما میفرمایید در حقیقت منظورتون همینه. من دقیقا احساسم به اینی که حالا با توجه اون شابلونی که برای خودم در نظر گرفتم سعدیه، این من احساس میکنم شعر سپید. حالا یه موضوع دیگه هم داره اتفاق میفته، این الان به ذهنم رسید، این که ببینه شعر ساده و سپید ما یه امکانی هم داره میده، امکانی نمیده که دیگران یعنی خارجی ها، و این به شدت کمک میکنه ما فیلتر ترجمه رد بشیم، و به شدت این کمک میکنه که ارتباط برقرار کنیم. ببینید من اعتقاد دارم شعر شاملو اصلا امکان این که بخواد ترجمه پذیر باشه خیلی کمه. چرا؟ چون قوتش به برونه زبانه. ولی مال ما چیه؟ مال ما بیشتر، من حتی اعتقادم بر اینه که یه مقدار شاید این کلام هم شما رو گیجم کنه، شعر سپید ساده خیلی وقتا قبل از زبان سروده میشه، یعنی در حقیقت جهانی میکنه شعر فارسی رو و زبان فارسی رو، جهانی. اشتراکات همزبانی که داره بومی فکر میکنه، این میگم نبضش هم موجوده، میتونه حتی یه نفری کلام منو که از من میشنوه بیاد بگه که نه مثلا من این شعر رو میگم این ویژگی ها نداره. من دارم در مورد بسامد و کلیت موضوع دارم عرض میکنم. یه مقدار نمیدونم، من شاید آدم خوشبینیم، دارم اینجوری صحبت میکنم، حالا امیدوارم که به حال دنیا هم با آدمای خوشبین احتیاج داره، هم آدمایی هستن که خب دوست دارن اصلا راه بدبینی رو پیش بگیرن. مثلا کتنیز میگه آدمای
بدبین چتر نجات رو در واقع. به هر حال دنیا به همه آدم ها به یک اندازه احتیاج داره، حالا اینکه شما انتخاب کردید خوشبین باشید خیلی هم خوبه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. ما حتما یک برنامه میذاریم در مورد آسیب شناسی فرم های جدید و من حتما دلم خواهد که در مورد این سیری که ما صحبت کردیم یه برنامه باشه که سیرش، حالا الان کجا ایستادیم و گفتیم اینکه به کجا میریم، خودش یکی از جذابیت هایی هست که مطمئنم خیلی از عزیزان دوست دارن بشنون. آقای شکارسری اگر که صحبتی دارین، سوالی هست که من ازتون نپرسیدم و صحبتی برای جنبندی صحبت هایی که کردیم ما میشنویم. من صحبت خاصی ندارم، فقط میخوام تاکید کنم روی این جمله و روی این قضیه که ما چون یک حرکت محتوم رو داریم، یک حرکت بدون تردید رو داریم از نوعی ادبیت، نوعی در واقع فخامت، به نوعی سادگی این حرکت رو داریم. تا به حال در واقع این حرکت به طور کلی یک منحنی روشنی رو داشته، یعنی تا به اینجا این حرکت در واقع درست تا اینجا پیش اومده. ولی باز هم تاکید میکنم به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست حرکت کلی شعر. یه چیزی هم یادمون باشه که ما در کنار این جریانی که تحت عنوان شعر سپید داریم، یه جریان در واقع کلاسیک سراها رو هم داریم که مدام دارن خودشون رو بروز میکنن. در واقع آقای بهمنی بیت معروفی داشت که میگفت که روح هم همه نیماییست، حالان که غزل دارن، غزل میگفته اما روحش در واقع روح غزل نیمایی بوده. امروزه شما ببینید جریان هایی ما در کلاسیک سرایی غزل، در غزل سرایی داریم که کاملا زبان و بیانشان زبان و بیان روزمره هست. من میتونم اینها رو به یه عبارتی در واقع کلاسیک های سپید، غزل های سپید، رباعی و دو بیتی های سپید، حتی قصائد و مثنوی های سپید اسمشون رو بذارن که تلاش کردن تنها و تنها عروض رو در خودشون نگه دارن و از اون فخامت و باستانگرایی و موسیقی خاص حاکم بر غزل سنتی و شعرهای سنتی هم فاصله بگیرن. وقتی شما مثلا شعری از غزلی از سید مهدی موسوی، از خانم اختصاری، از شاعرانی از این دست میشنوید، فکر نمی کنید که دارید غزل میشنوید. یعنی وزن اینقدر حل شده در زبان روزمره که انگار با شعر سفید در واقع روبرو هستید. میخوام بگم این حرکت، حرکت محتومی است، یعنی فاصله گیری از نوعی فخامت و باستانگرایی و ادبیت به سمت ساده سخن گفتن. تا به اینجا چنین بوده، ولی آیا اینکه این وجه غالب همچنان غالب خواهد بود یا نه، آیا از اون آشنایی زدایی خواهد شد یا نه، آیا دهه دیگه به دلایل مختلف شما بلند نویسی، اتناب و همینطور مجدد پیچیده نویسی رو به دلایل مختلف آیا نمیبینید در شعر یا نه، اصلا قابل پیش بینی نیست. ببینید در جهان سوم که ما درش زندگی میکنیم شما رو عرض نمیکنم، ما که داریم اینجا زندگی میکنیم نمیدونیم فردا چه اتفاقی تو این مملکت میفته به لحاظ سیاسی و اجتماعی. خیلی مدل شده نیست این اتفاق، بنابراین هیچ بعید نیست که من از فردا به این راحتی نتونم خدمت شما صحبت کنم، اصلا ارتباطمون به طور کامل قطع بشه. و بعد در اون موقعیت که من قرار میگیرم، سخن گفتن من سخن گفتن متفاوتی خواهد بود. امروزه من به سمبول های خیلی پیچیده نیاز ندارم برای صحبت کردن، اما چه بسا فردا برای اینکه گرفتاری برام پیش نیاد از سمبول های پیچیده تری استفاده کنم. خواه نخواه فرم پیچیده خواهد شد، بیان پیچیده خواهد شد و جریان کوتاه نویسی و ساده نویسی جای خودشو به جریان دیگری خواهد داد. میدونی چی میگم؟ چون گفتمان هایی که بر اینجا حاکم است به خصوص در جهان سوم، این گفتمان ها قابل پیش بینی نیست و مدل سازی نشده،
بنابراین کاملا احتمال وجود داره که یک شبه تغییر کنه و هر اتفاق و هر بلایی بر سرش بیاد. ولی این جریان تا امروز، جریان شعر سپید، جریانی متکی بر فاصله گیری از فخامت و ادبیات بوده و انطباق بر دکلماسیون طبیعی کلام، سادگی و کوتاهی. خیلی ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید آقای شکارسری، آقای سعدی‌پور، و ممنون از صحبت‌های جامع و کاملتون. من از همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه می‌کنن تشکر می‌کنم و این نوید رو به شما عزیزان و همراهان پرژن اوارد جوایز پارسی، به خصوص دوستداران شعر و شعر سپید، این نوید رو میدم که از آقای سعدی‌پور و از آقای شکارسری دعوت می‌کنم که ادامه این صحبت‌ها رو در مورد اینکه ما الان کجا داریم و به کجا میریم، چون یک جریانی هستش که به قول آقای شکارسری اصلا نمیشه پیش بینیش کرد، ولی خب به هر حال حتمیه، اتفاق داره میفته و جلوش هم نمیشه گرفت. این نوید رو میدم که از این دو عزیز دوباره دعوت میکنیم و برنامه ادامه دار خواهد بود. به اتفاق دو میهمان عزیز برنامه، آقای حمیدرضا شکارسری و آقای صابر سعدی‌پور، از همه شما عزیزان و همراهان خدافظی میکنم. تا دیدار دیگه، لبخند از رو لباتون دور نشه. خدا نگهدار. مژده هستم از پرژن بارد جوایز فارسی در ادبیات، موسیقی، هنر، سینما و بیزنس. برای مشاهده ویدیوهای جوایز فارسی چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا شما اولین نفری باشید که برنامه های ما رو میبینید. ما رو در پیج اینستاگرام از این بالا فالو کنید تا همیشه جدیدترین خبرهای پرژن اوارد اولین نفر برای شما برسه.